قبل ماه محرم مواظب بودن، خونه بنایی میخواد، چیزی میخواد، گفتن انجام بدیم تو ماه محرم سفر از روزم و نمون. این لوله آبو باید بکشم، چه کنم چه کنم؟ حتی به قول اون پیرمرد تو نشه بود، مامو گفت دندونم هم نگاه میکنه بنزید درد میکنه، گفتم تو روزه اذیتم نکنم از روزه بمونم. چون ما برای یه چیزای معمولی معمولی بلا تشبیه اسمشو نمیبرم، همتون میدونید، در زندگیمون میشینیم کاغذ برنامه ریزی میکنیم، به این زنگ میزنیم، به اون زنگ میزنیم، فکر سرمایهش رو میکنیم، فکر چی میکنیم. اما مال امام حسین علیه السلام، اهل بیت، دیم هر وقت پیش آمد خوش آمد، هر وقت شد بریم به روزه، هر جور شد بریم به روزه. تو روایات داریم قبل از مسجد کف کفشاتونم نگاه کنید، حدیث داریم قبل از ورود به مسجد پاهاتونو بشورید، قبل از ورود به منزلتون پاهاتونو بشورید، بعد برید لباس بیرونتون رو در بیارید، وقتی نزد زن و بچه میرید با لباس کارتون نرید. روایات زیاده. در عزای امام حسین علیه السلام میگیم هر وقت شد، با هر لباس شد، با هر حال بریم. ادب یه آدابی هست، درس هم توش هست. به خانواده میگیم، به بچه ها میگیم خب لباس مشکی پارسال این دختر پسر کوچیک نشده براشون بگیریم، فقط عید نوروز باید به این فکر باشیم. قدیل امیر المؤمنین سلام الله علیه، عید الله الاکبر، مثل اونجا میتونیم بچه هامون قلق بذاریم، پول قرض خدمت هر شو هدیه برای عید شد، میخوام چی برات بخرم، نه اون عید. در محرم خود این بچه من لباس مشکی برات جلوتر تهیه کنم، یه درسی بهش دادم، یه کلاس رفته حسابی، عجب. پس باید مراقب باشیم، باید مواظب باشیم. خب یک خریدای برای منزل از آذوقه یا بعضی چیزای دیگه به اندازه‌ای که دیگه اون بخ از کار نیفتم، و الا جمع کردن اونجا روز عاشورا رو بنی امیه جمع میکنه، روز عاشورا بزرگترین عیدشونه، کارت تبریک چاپ میکنن توی همین شام، پشتش هم می‌نویسن اهنئکم به عید الکبیر عاشورا، عید بزرگ مبارک باد. شب شام غریبان ما عروس به خانه بخ میبرند، هنوز هستن، همین کارت ها میفرستن امسالا. اون عالم مخالف میگه من دوست دارم روز عاشورا تو خیابون بیستم، سرمه به چشم مردم بکشم، شانه بزنم، ناخونگیر ناخوناشون رو بگیرم به شادی کشتن حسین ابن علی سلام الله علیه. آذوقه سال میگه در روز عاشورا میخریم، نه، ما آمادگی باشه که از عزاداریمون نمونیم. این مجالس ولو 5 تا یه دور هم جمع بشه، 4 تا خیمه زدن، حالا میگن آه این چادرها و خیمه همه اساس داره. بیرون مدینه زین العابدین علیه السلام که آمد به بیبی ها و عمه هاشون خیمه های جداگانه، برای خودشون هم که یکی بود، 4-5 تا پسر بچه، مردی به کار نبود، زین العابدین بود، فرمود خیمه بزنید بنشینید عزاداری کنید بر پدرم. مردم مدینه آمدن به استقبالشون، فرمود تأسی شیعه خیمه میزنه عزاداری میکنه، همه با اساس. یه آمادگی اینجوری برای لباسمون، برای کفشمون. خب حالا یه ترتیباتی هست، بعضی از علما رو میبینیم در احوالشون میگه جوراب مشکی نمیپوشیدن، نزدیک به مشکی، میگفتن چرا؟ دن مشکی مربوط به امام حسین، زیر پامون نروی ادبی میشه. کجا بودن آقا؟ کجاین اونها؟ اون عالم میمد نجف، دو زانو جلو به منبر، سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، دو زانو 10 روز رو جلو به منبر واعظ میشست تا آخر منبر، گل به پیشانیش میمالی، تربت به عمامش میشست، گریه میکرد. گفتم حاج حسین بروجردی تو خونه خودش پاشو طرف اتاق روزه دراز نمیکرد، اینقدر ملاحظه. یه آداب معنویه، 40-50 روز مواظب بودن، موسیقی خدایی نخواسته، بعضی ها غیبت، تهمت، افترا، لهو، فحش نشنون. برای چی؟ برای ماه محرم توفیق شنیدن روزه شهدا رو پیدا کنه. مگه میذارن هر گوشی بشنوه؟ باید صاف بشه، جلا پیدا کنه.
چهل پنجاه روز قبل از محرم مراقب چشمشون بودن، به هر جا نگاه نکنن. چون حجاب ها زیاد میشه. میدونید که عشق کیسه که نداره رفقا، در آن طب هم میگه از خون گرفته میشه و وقتی شدت زیاد باشه خود خون میاد. اینو دیگه همه متفقن برش. لذا اون آقای مظلوم قریب سلام الله علیه فلم کیند لکه بدل دموع دما، اگر نبود و نشد خشک شد خون میاد. ایشون سلام الله علیه چون تمام مصائب مد نظرشه،